بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام بینندگان گرامی، شب شما بخیر. مشروح خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر در خطبه های نماز جمعه تهران در بیانات بسیار مهمی با اشاره به چالش های فراوان نظام جمهوری اسلامی در بیش از 3 دهه گذشته بر غافل نشدن مسئولان از امنیت و توطئه کشور در کار انتخابات تاکید کردند و با اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه و به زیر کشیدن 4 طاغوت در 1 سال اخیر تاکید کردند، پیروزی گروه های اسلامی در انتخابات هایی که در برخی از این کشورهای منطقه برگزار شده نشان داد همه تلاش آمریکا و همپیمانانش در اسلام حراسی به شکست انجامیده است. خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به چالش‌های فراوان نظام جمهوری اسلامی در بیش از 3 دهه گذشته تاکید کردند، ما بر همه این چالش‌ها غلبه پیدا کردیم و هیچ کدام از چالش‌ها نتوانسته ملت ما را پشیمان کند و به زانو درآورد. ایشان به نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی طی 30 سال اخیر اشاره و غلبه بر تمام چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی را یکی از مهمترین نقاط قوت نظام عنوان کرده و تاکید کردند ما ملتی نبودیم که راهمان را برویم و کسی کارمان نداشته باشد. از روز اول قدرت‌های جهانی با ما کار داشتند، علیه ما جنگ تحمیل کردند، صدام را به جان ما انداختند، تحریم کردند، اما ما بر همه این چالش‌ها غلبه پیدا کردیم و هیچ کدام از چالش ها نتوانست ملت ما را پشیمان کند و به زانو درآورد. ایشان گسترش کمی و کیفی خدمات به ملت را از دیگر نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی دانسته و تاکید کردند این خدمات با گذشته های دوردست هم قابل قیاس نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور در عرصه‌های بسیار مهم به عنوان یکی دیگر از نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی خاطر نشان کردند. اینها گزارش‌های مراکز معتبر علمی در دنیاست که می‌گوید سریع‌ترین رشد علمی در دنیا از آن ایران است. حضرت آیت الله خامنه‌ای پیشرفت‌های کشور در ایجاد زیرساخت‌های فنی و مهندسی صنعتی را از دیگر نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده و افزودند این پیشرفت‌ها در عرصه‌های مهم صنعتی و مهندسی بیننده‌های خارجی را به تحسین وادار کرده است. ایشان انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل دوم و سوم را از دیگر موفقیت‌های نظام جمهوری اسلامی عنوان و با اشاره به شهادت شهید مصطفی احمدی روشن و شهید رضایی نژاد فرمودند، هرچند در این مدت
ریزش‌هایی نیز داشته ایم، اما رویش‌های انقلاب بسیار بیشتر از ریزش‌ها بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی اتحاد و همدلی بین مسئولان با یکدیگر و مردم و مسئولان را علاج قطعی بسیاری از مشکلات کشور دانسته و افزودند. تقصیرها رو گردن هم نیندازیم. اینجور نباشد که اگر یه نقص یه جا پیدا شد، مجلس بگه تقصیر دولت، دولت بگه تقصیر مجلس، اون یکی بگه تقصیر قوه قضاییه است. نه، حدود مشخصه. قانون اساسی خطوط رو مشخص کرده است، وظایف همه معلومه. رهبری مسئولیت دارد، دولت مسئولیت دارد، مجلس مسئولیت دارد، قوه قضاییه مسئولیت دارد، نیروهای نظامی مسئولیت دارند، دستگاه‌های اجرایی هر کدام مسئولیت‌هایی دارند. به گردن هم نندازیم. اشکالی به وجود میاد، متوجه رهبری است، رهبری متواضعانه قبول بکنه که این اشکال متوجه توست و سعی کنه برطرف کنه. این یکی از اساسی ترین کارهاست. کار اصلی دیگر این است که از ارزش‌های اصولی نباید غافل شد، سرگرم مسائل فرعی و فروع نشیم، از اصول غافل بمانیم. این هم شرح مفصلی داره. حفظ اتحاد و همدلی یکی دیگه از وظایف ماست. بارها عرض کردیم اتحاد و همدلی بین مسئولین با یکدیگر، سه قوه و دیگران باید با هم همدل باشن، همگام باشن، همدست باشن. ولو یه جاهای اختلاف نظرهایی دارن، اشکالی هم نداره اختلاف نظر، اما بایستی در جهتگیری های نظام و کشور و انقلاب پشت به پشت یک دیگر بدن، دست یک دیگر رو محکم بفشرن و پیش برن. هم اینها، هم مردم با هم، هم مردم با مسئولین، این اتحاد و همدلی علاج قطعی بسیاری از مشکلاتی است که در کشور وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از خطبه های بسیار مهم امروز نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه انتخابات مسئولیت بخش انقلاب است، خاطر نشان کردند هرچه حضور در انتخابات بیشتر و پای صندوق های رأی شلوغ‌تر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت و مسئولیت کشور بالا می رود. ایشان با تاکید بر لزوم تشکیل مجلس صالح و سالم و قوی با شرکت پرشور مردم و با بیان اینکه این چنین مجلسی میتواند بر همه دستگاه‌های کشور اثر بگذارد افزودند، دشمن دو سه ماه است که با بوق‌های تبلیغاتیش میخواهد مردم را ناامید و مایوس کند تا در انتخابات شرکت نکنند و بعضی در داخل کشور بدون اینکه بفهمند با آنها همراهی میکنند. دشمنان بیرونی مقرزند و برخی داخلی ها غافل. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه آنچه در انتخابات لازم است رقابت سالم و بدون تهمت زنی و بدگویی است، خاطر نشان کردند فضای انتخابات باید سالم باشد. مردم اگر خودشان نامزدهای انتخاباتی را میشناسند، طبق تشخیص خود حتما عمل کنند و اگر نمیشناسند از افراد بصیر استفاده کنند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ می کند، قدرت معنوی او را به رخ دشمنان می کشونه و اونها را از تعرض منع می کنه و می ترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است. یکی از مظاهرش هم همین 22 بهمن است که شما در مقابل دارید. هرچه حضور پررنگتر باشد،
اعتبار و ارزش ملی بالاتر خواهد رفت. انتخابات هم همین جوره، هرچی پای صندوق‌های رأی شلوغ‌تر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد. مشارکت مردم میتوانه آینده کشور را تأمین کند و تضمین کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح میتوانه اثر بگذاره. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به بیداری ملت‌ها و به زیر کشاندن 4 طاغوت منطقه تصریح کردند. پیروزی گروه‌های اسلامی در انتخابات‌هایی که در برخی از این کشورهای منطقه برگزار شده نشان داد همه تلاش آمریکا و همپیمانانش در اسلام حراسی به شکست انجامیده است. ملت‌های منطقه در به زیر کشیدن 4 طاغوت در این یک سالی که بین دهه فجر گذشته و امسال هست موفق شدن. 4 طاغوت رو به زیر کشیدن. این خیلی مهمه. یکی از این طاغوت ها رو برای اینکه یک ملتی به زیر بکشه تلاش های زیادی لازمه. در این سالی که فاصله بین اون دهه فجر و این دهه فجر 4 طاغوت خطرناک خبیث این منطقه به زیر کشیده شدن. این خیلی حادثه مهمی است. یک حادثه مهم دیگر این است که در تونس و مصر مردم رأی به اسلام دادند. رأی به اسلام در مصر حدود 75% مردم رفتن پای صندوق‌های رأی و به گروه‌های اسلامی رأی دادند. در تونس هم شبیه همین. اینا خیلی مهمه. این معناش این است که همه تلاش اسلام حراسی که از لج جمهوری اسلامی آمریکایی‌ها و غربی‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی و هالیوود و غیره و غیره در این سالها انجام دادن برای اینکه اسلام حراسی کنن و حکومت اسلامی حراسی بکنن، همه نقش بر آب شده است. مردم طرفدار اسلامن. رهبر معظم انقلاب همچنین در بخش دیگر از بیانات مهمشان ادعای حکام بحرین مبنی بر دخالت ایران در بحرین را دروغ شمرده و تاکید کردند. حکام بحرین ادعا کردند که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجه‌ش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.